سلام به همه دوستان به کانال فیلم باز خوش مدین. امروز قرار با هم دیگه سریال ارباب حلقه ها رو بررسی کنیم و قرار به طور کامل ببینیم این سریال موضوعش چیه و شخصیتاش کیان و این سریال قرار به چی بپردازه. سریالی که توی خبرها زیاد ازش میشتوید مخصوصا به خاطر های خیلی زیادی که شرکت آمازون داره برای این سریال میکنه. و این رو هم بگم که این اطلاعات رو خودم موقع به دست آوردم که داشتم توی اینترنت در اتاق ارباب حلقه ها تحقیق میکردم. چون بهزودی تفسیر فیلم ارباب حلقه ها رو, روی کانال میذارم. پس اگه به سینما و اخبار و تفسیر فیلم علاقه دارید یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید. خب بریم چند وقت کار خودمون و اولین چیزی که باید در تو با این سریال مشخص بشه موضوع این سریاله یعنی که ما قرار داستان چه شخصیت هایی در این سریال ببینیم چون بعضیا فکر میکنن موضوع سریال ارباب حلقه همون فیلم ارباب حلقه هاست فقط قرار با جزئیات بیشتر ساخته بشه در صورتی که اصلا اینطور نیست و سریال ارباب حلقه از نظر داستانی هیچ ربطی به فیلم نداره و اقتباسی از یکی دیگه از کتاب های تالکین هستش خب برای اینکه موضوع مشخص بشه اول باید بریم سر وقت کتابشناسی جی آر آر تالکین نویسنده کتاب ارباب و, و با هم ببینیم ببینیم چه کتابایی این آدم در طول زندگیش نوشته اولین کتابی که تالکین نوشته کتاب هابیت بوده در سال 1937 و اصلا این کتاب برای نوجوانان نوشته شده بوده و یه داستان جدی و پر از صحنه و اتفاقات خشن نبوده یه چیزی شبیه هری پاتر بوده این کتابو تالکین مینویسه و به موفقیتای میرسه که خود تالکین هم فکرشو نمیکرده البته اینطوری نبوده که در کل دنیا منفجر بشه ولی موفقیتای خوبی میرسه همین شرایط برای تقریبا 10 سال ادامه پیدا میکنه تا اینکه ناشر با تالکین تماس میگیره و میخواد تا تالکین باز هم این داستان رو ادامه بده و تالکین هم دست از داستان‌های مربوط به ابتدای دنیای ارباب و حلقه ها رو که میشده نحوه ساخته شدن دنیای ارباب و حلقه ها رو برای ناشر میبره و اسم این کتاب هم سیلماریون بوده و ناشر هم قبول نمیکنه تا این دست رو به کتاب تبدیل کنه چون میگه اونقدرها هیجان انگیز نیستش و در آخرم به خاطر دلایل اقتصادی و اینکه میخواستن داستان جذاب باشه و به خاطر فشار ناشر تالکین در سال 1954 یعنی 17 سال بعد از انتشار کتاب هابیت جلد اول کتاب ارباب و حلقه ها به اسم یاران حلقه رو منتشر میکنه که میشده ادامه داستان هابیتا ها و ما از نظر داستانی هنوز در زمان داریم به جلو میریم بقیه جلد‌های کتاب ارباب حلقه هم خیلی سری منتشر میشن و تالکین در طول مدت جنگ جهانی دوم این داستان ارباب حلقه رو می نویسه. و بعد از منتشر شدنش هم به موفقیت هایی میرسه که امروز میشناسیم و باعث میشه تا کتاب هابیت هم دوباره سر زبان ها بیفته و فروش این کتاب هم جهانی بشه بعد از اینکه ارباب حلقه به این موفقیت های بزرگ رسید ناشرا تصمیم میگیرن تا کتابی که قبلا باهاش مخالف بودن یعنی کتاب سیلماریون رو چاپش کنن ولی تالکین میره اما بعد از مرگ تالکین کلی از دست هاش به پسرش به ارث میرسه و کریستوفر تالکین یعنی پسر تالکین این دست ها رو تبدیل به کتاب میکنه و این کتاب هم در سال 1977 یعنی سه سال بعد از مرگ تالکین منتشر میشه نام این کتاب هم همونطور که گفتم میذارن سیلماریون که یه جلد بیشتر نیستش در ایران هم ترجمه شده و کتاب قطوری هم هستش این کتاب خودش از دو بخش اصلی تشکیل شده که داستان سریال ارباب حلقه ها از بخش دوم همین کتابه یعنی یه جورای ما انگاری با دو جلد کتاب طرف هستیم اما حالا تو این کتاب چی نوشته اصلا همونطور که گفتم تالکین این کتابو قبل از کتاب ارباب حلقا نوشته و خب همونطور هم که مشخصه اتفاقات این کتاب هم قبل از مجموعه کتاب‌های ارباب حلقا ها اتفاق میفته برای همینم هم بود که در ارباب حلقا ها ما شخصیت‌های مهمی رو می‌دیدیم که تعدادشون هم زیاد بود مثل الف‌های مختلف ولی نقششون در ارباب حلقا ها کم رنگ بود چون تالکین شخصیت شخصیت‌ها رو خلق کرده بود ولی بهش اجازه چاپ نداده بودن و چون ارباب جذاب جذاب‌تر بود اول ارواح ها رو چاپ کردن و چیزی که ما قراره توی سریال ببینیم داستان همین شخصیت قدرت ارباب هستند که بهشون کمتر پرداخته شده مثلا ما اصلا نمیدونیم سائرون کی بود از کجا اومد چرا کشته شد چرا به یک چشم تبدیل شد حلقه ها رو کی ساخت اصلا برای چی حلقه ها رو ساختن و خیلی سوال دیگه در رابطه با این دنیا و اینا چیزایی هستند که تو این کتاب تعریف میشه این کتاب هم توی گفتم از دو بخش اصلی تشکیل شده که به این بخش میگن عصر اول و عصر دوم و کلا این دنیای ارباب حلقه از سه عصر تشکیل شده که دو عصرش در کتاب سیلماریونه و اتفاقات کتاب ارباب حلقه یا فیلم ارباب حلقه در عصر سوم اتفاق میفته. اگه بخوام توصیفش کنم کتاب سیلماریونو خیلی شبیه به شاهنامه است یعنی کلی داستان کوتاه داره و کلی شخصیت و توی این کتاب چندین نسل از پدر به پسر به نوه ما داستانهاشون رو پشت سر هم میشنویم یعنی داستان اینجوریه که یه نفر به برادر خودش خیانت میکنه میزنه اون یکی رو میکشه بعد بچه های اون کسی که کشته شده میرن از اون طرف انتقام میگیرن بعد پیمان دوستی میبندن با نوه های اونی که قاتل بوده یعنی همینجوری این داستان این شکلی ادامه پیدا میکنه برای هم آمازون داره این داستان ها رو به سریال تبدیل میکنه چون حجم داستان بیشتر از چند تا شماره فیلمه و باید خیلی بیشتر بهش پرداخته بشه اما اگه بخوام داستان رو براتون تعریف کنم به طور خیلی خیلی خلاصه در چند تا جمله اگر بخوام بگم, بگم که داستان ها چی هستن باید بگم که بخش اول از داستان خلقت این دنیا توضیح میده که خیلی شبیه داستان های دین مسیحیت که میگه خدایی بود به نام ایلواتار که میاد 14 تا الهه خلق میکنه و یکی از الهه ها به سمت تاریکی میره درست مثل داستان خلقت انسان در دین مسیحیت که در دین مسیح تعریف میکنه که خدا وجود داشت و بعد لوسیفر از درگاه خداوند رانده میشه و به سمت تاریکی میره دقیقا همین داستان هم در کتاب تالکین هستش اینجا هم همینطوریه و یکی از این 14 الهه به نام ملکور دشمن بقیه الهه ها میشه بعد از اینجا بعد بقیه الهها میشن یه چیزی شبیه خدایان اساطیری یونان یکی میشه خدای آهنگری یکی میشه خدای دریا و اینطور هر کدوم لقب خودشونو میگیرن و این الهه ای که به سمت تاریکی رفت میشه خدای تاریکی و در این بین یکی از الهه ها به اسم الهه آهنگری آدم رو خلق میکنه که در زمینه آهنگری بسیار ماهر بودن و یکی از مخلوقاتش هم اسمش بوده سائرون همون کسی که در نقش منفی فیلم ارباب حلقه ها بودش سائرون بعد از یه مدتی که با الهه زندگی میکنه به ارتش الهه تاریکی میپیونده و یکی از فرماندهان خدای تاریکی میشه یعنی به خالق خودش پشت میکنه و به سمت تاریکی میره ولی توی این داستان سائرون با اون چیزی که ما در ارباب حلقه ها دیدیم خیلی فرق داشت توی این کتاب سائرون شبیه آدم زیباس که قدرت جادویی داره و میتونه خودشو به هر کسی شبیه کنه و توی همین داستان هم در نهایت الهه تاریکی و بقیه الهه وارد جنگ میشه و فرمانده جنگش هم همین سایرون بوده در نهایت خدای تاریکی شکست میخوره و اسیر میشه و اینجا عصر اول کتاب تموم میشه یعنی داستان عصر اول کتاب ظهور و سقوط خدای تاریکی هستش و حالا اینجاست که قسمت مهم ماجرا شروع میشه یعنی عصر دوم در ماجرای عصر دوم خدایان به انسانها به خاطر کمکی که در جنگ بر علیه خدای تاریکی کرده بودن یه سرزمین به نام نام نور رو که جزیره هست رو بهشون هدیه میده و پادشاهی که به این سرزمین انسان ها حکومت میکنه میشه همون اجداد آراگورن که ما دائم توی فیلم و حلقه میگفتن آراگون پادشاهی که تخت پادشاهیشو از دست داده برای همین هستش اجداد آراگون پادشاه این سرزمین نام نور بودن بعد از اینکه خدای تاریکی شکست میخوره دنیا در صلح قرار داره که این وسط سایرون که در جنگ کشته نشده بوده و فرار کرده بوده بعد از 700 سال دوباره یه ارتش جمع میکنه و خودش تبدیل میشه به جایگزین خدای تاریکی و ارتش اون رو دوباره دور هم جمع میکنه ولی همینطوری وارد جنگ نمیشه بلکه اول نقشه میریزه تلاش میکنه تا خودش رو به شکل یک آهنگر در بیاره و دانشی که از خدای تاریکی یاد گرفته بوده رو در ساخت یه حلقه به کار می و میره پیش الفا و خودش یه الف معرفی میکنه بهشون میگه که میتونه کمکشون کنه که حلقه رو بسازن که بهشون قدرت میده ولی در اصل هدفش از این کار این بوده که با کمک این حلقه ها کاری کنه تا این افراد به کنترل سایرون در بیان یعنی همون چیزی که در ارباب حلقه های یک در اول فیلم دیدیم اگه یادتون باشه در اول فیلم دیدیم که نشون داده میشه که انسان ها و الف ها هر کدوم خودشون حلقه درست کردن تا به قدرت بیشتر برسن و این فکر ساختن حلقه رو سایرون بهشون یاد داده بوده و دانش ساختن این حلقه رو هم سایرون در اختیارشون گذاشته بوده ولی سایرون به طور مخفی برای خودش یه حلقه درست میکنه که توانایی این رو داشته که تمام حلقه ها رو کنترل کنه و برای همین بود که اون نه انسانی که ما در فیلم ارباب حلقه ها دیدیم به خاطر استفاده از حلقه ای که سایرون بهشون داده بوده به سواران سیاه تبدیل شده بودن که دیدیم که به طور کامل داشتن به سایرون خدمت میکردن و کلا جسمشون ناپدید شده بود حالا سایرون کاری کرده که همه برای خودشون حلقه‌ای رو بسازن که در کنترل سایرون هستش سایرون هم مثل ارباب خودش که جنگ بزرگ رو به وجود آوردش این فرمانده هم قیام میکنه و جنگ بزرگی رو شکل میده در نهایت شکست یعنی اصر دوم ماجرای ظهور و سقوط سائرون رو قرار ببینیم و این صحنه پایانی جنگ سائرون که توش سائرون شکست میخوره همون صحنه جنگ هستش که در اول اول فیلم ارباب حلقه هممون دیدیم که تو اون جنگ سائرون شکست میخوره و حلقه از دست میده پس چیزی که ما قرار در سریال ببینیم تمام اتفاقات قبل از این جنگ هستش که در ابتدای فیلم هر و ها دیدیمش خب حالا اگر مراحل ساخت رو بخوایم بررسی کنیم که بر اخباری که خودتون فکر کنم شنیدین شرکت آمازون حق ساخت سریال از داستان ارباب حلقه ها رو به رقم 250 میلیون دلار خریده که چیزی که توی اخبار نشیدین این هستش که این رقم رو فقط برای حق ساخت سریال از داستان عصر دوم پرداخت شده یعنی شرکت آمازون فقط اجازه داره تا داستان عصر دوم رو به فیلم و سریال تبدیل کنه و حالا سوال اینجاست که این حق رو از کی خریده یعنی صاحب اصلی حق کپی رایت ارواح کی هستش که باید بگم مؤسسه بزرگ حقوقی مالکیت حق کپی رایت رو داره به اسم تالکین استیت و یه نکته جالبی هم اینجا هستش که واقعا هم خبر امیدوار کننده اینه که این شرکت در قرارداد خودش نوشته که برای ساخت هر اقتباسی از این داستان حق وتو برای این شرکت حقوقی وجود خواهد داشت. یعنی شرکت آمازون قبل از انتشار سریال باید این اثر رو به این مؤسسه حقوقی نشون بده و در صورتی که این افراد رضایت داشتن این سریال منتشر بشه و این شرکت حقوقی هم به این دلیل این موضوع رو به بند قرارداد خودش اضافه کرده به خاطر اتفاقاتی هستش که برای فصل آخر سریال بازی تاج و تخت افتاد که سریال از دست نویسنده اصلی خارج شد و آخر اون چیزی شد که همه ما دیدیم و نوادگان تالکین اصلا نمیخوان بذارن که میراث پدرشون از بین بره و برای همین هم بوده که این موضوع رو به قرارداد خودشون اضافه کرده بودن از تیم نویسنده های سریال هم که نگم براتون بهترین نویسنده های دنیا رو دور هم جمع کردن که از کارنامه این تیم میشه به سریال بریکینگ بد و فصل ابتدایی سریال بازی تاج و تخت اشاره کردش و نکته که خیلی مهمه طراحان صحنه و خیلی از عوامل تولید همون عوامل فیلم ارباب حلقه ها هستن. این یعنی سریال از نظر حال و هوا بسیار به فیلم شبیه هستش که واقعا امیدوار کنند است و نکته مهم هم این هستش که شرکت آمازون قرار تا این داستان رو برای پنج فصل تولید کنه و از الان برای پنج فصل برنامه ریزی کردن و این فصل رو هم با موفقیت فصل اول ممکنه بیشترم بشه از هزینه هم خود خودتون میدونید فقط برای فصل اول 450 میلیون دلار خرج کردن و این فصل تبدیل شده به گرونترین سریال تاریخ و نکته مهم دیگه این بوده که بودجه اولیه این فصل 200 میلیون دلار بوده ولی با خاطر یه سری مشکلات که کرونا به وجود آورد بودجه بالا رفت ولی اصلا شرکت آمازون برای این سریال شوخی نداره و هر هزینه‌ای که لازم باشه رو پرداخت میکنه و اگر بخوایم هزینه ها رو یه مقایسه بکنیم فصل آخر بازی تاج و تخت که پر هزینه ترین فصل هم بوده 90 میلیون دلار خرج برداشته دیگه خودتون ببینید چه خبره از تیم بازیگری هم اگر بخوام بگم بازیگرای سریال زیاد شناخته شده نیستن و شرکت آمازون تلاش کرده تا تمام حال و هوای سریال نو باشه و پولش رو خرج بازیگر نکرد خب دوستان اینم از تمام اطلاعات سریال ارباب حلقا توی ویدیو بعدی تمام اطلاعات مربوط به سریال هاوس اف دراگونز رو میگم و مثل همین ویدیو با هم بررسی می‌کنیم که موضوع اون سریال چی خواهد بودش امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه اگر مفید بود لایک کنید خواهش میکنم و انقدر بچه مؤدبی نباشید و یه کامنت هم بذارید کشتید من انقدر دست به سینه ویدیوهای منو می‌بینید و می‌رید امیدوارم توی زندگی خود